به مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. سرخط خبرها. شهروندان کشوری افغانستان قربانیان حمله بر هراس افکنان، خوشی هایی که به ماتم مبدل شدند. ډیر شهیدان وسوه، چاپه ډیره کړکچنه شپه وه، دا پاک په خیر کې کړله، ډیر شهیدان وسوه. خانه های غیر نظامیان سنگرهای نبرد افغانستان، باشندگان لوگر از سنگرگیری های نیروهای دولتی در خانه های مردم انتقاد میکنند. موتر چیز نداشتیم، دیگه فقط هم سر خود کشیدیم قطوشتکا، دیگه این شویره در دادن. اعتراض ما تازو در دوام داره که تمام خسارات خانه و زندگی و ملکیت و کل چیز ما را پرداخت کند، اگر نکنه ما دوام داره. مرکزهای رایدهی و تردید احزاب سیاسی، احزاب و جریانهای سیاسی باز بودن مرکزهای رایدهی را در ولسوالی های بیرون از اداره دولت مشکوک می دانند. شانده دو حالت است، یا که ارزیابی امنیتی در سطح محل و سطح امو ولایت درست صورت نگرفته و یا که خدا نخواسته کدام اشتباهی در قسمت وجود داشته. و رئیس جمهور ایران میگوید که واشنگتن به فکر تصاحب منطقه است. به نام خدا و شب شما بخیر. گزارش ها از هلمند می رسانند که در نتیجه یک عملیات نظامی 14 غیر نظامی و 22 عضو خارجی شبکه القاعده کشته شدند. از این میان شماری از باشندگان ولسوالی مساقله ولایت هلمند می گویند که در نتیجه حمله های هوایی بر این ولسوالی 14 غیر نظامی جان باختند و 10 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. خانواده های قربانیان می گویند که جانباختگان این رویداد هنگام آماج حمله قرار گرفتند که از یک مراسم عروسی برمی گشتند. در همین حال وزارت دفاع ملی می گوید که در جریان یک عملیات در ولسوالی مساقله 22 عضو خارجی شبکه القاعده کشته شدند و 14 تن دیگر آنان به شمول 5 پاکستانی بازداشت شدند. اما طالبان این گفته ها را رد می کنند. نزدیکان 10 تن از زخمی هایی که از ولسوالی مساقله هلمند به شهر لشکرگاه برای درمان برده شدند میگویند که شب گذشته در مسیر بازگشت از یک مراسم عروسی به خانه بمبارد شدند. ډیر شهیدان وسوه، چاپه ډیر کړکچنه شپه وه، دا پاک په خیر کې کړله، ډیر شهیدان وسوه. 14 کس شهیدان لرو او اتکاس کنه کاس موږ دغه زخمیان لرو. اعضای شورای ولایتی هلمند اما آمار تلفات غیر نظامیان را در این رویداد 40 کشته و 10 زخمی میگویند. د عملیات په نتیجه کې 14 کس ټپیان یا امرجنسی ته راوړي دي او د څلویښ په شاوخوا باندې ښځې او کوچنیان او ماشومان په شهادت رسیدلي دي. همګر د یا ټکور ټکور دي یا مرګانی دي یا دلته د شهیدان سوي دي او هلته هم دغه شهیدان پراته وجه د خدای مخلوق باندې راټول. اما سخنگوی والی هلمند میگوید که در این بخش از ولسوالی موساقله نیروهای امنیتی سرگرم عملیات شبانه در برابر شبکه القاعده بودند و در جریان انفجار یک انبار مهمات طالبان به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. عملیاتو که څوار لستنه وسلوال مخالفین او د دې ترڅنګ چې په کې خارجیات با هم شامل دي، د القاعده شبکه مهم کسان هم شامل دي، غیر منځ تللی دي او په ترڅ کې څلور تنه شهیدینه ژوندینی ول سی وی دی چې هغه هم پر دوشه په باندې خبرې کوي. با این حال وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه میگوید که در جریان این عملیات 22 طالب خارجی کشته شده و 14 تن دیگر آنان بازداشت شدند. 14 تن دیگر به شمول 5 پاکستانی و 1 بنگلادشی دستگیر شدند. وزارت دفاع ملی ادعاها درباره آسیب رسیدن به افراد ملکی در مساقله را بررسی میکند. یک منبع امنیتی تنها جان باختن دو غیر نظامی را در این عملیات تایید میکند. شماری از باشندگان روستای زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در اعتراض به آنچه که سنگرگیری نیروهای دولتی در خانه های مردم این روستا میگویند، دروازه های مکتب های زرغون شهر را بستند.
آنان هشدار می‌دهند تا هنگام بیرون شدن کامل نیروهای دولتی از خانه‌های مردم و جبران زیان‌های رسیده به آنان از سوی این نیروها اجازه نخواهند داد که مکتب‌ها فعالیت کنند. در همین حال وزارت دفاع ملی هر گونه سنگرگیری نیروهای دولتی را در خانه‌های مردم رد می‌کند. به گفته این باشندگان روستای زرخون شهر ولسوالی محمد آقای لوگر، آنچه که آنان سنگرگیری 7 ماهه نیروهای ارتش و نیروهای خیزش‌های مردمی در خانه های این روستا میگویند، باعث شده است که افزون بر رسیدن تلفات به غیر نظامیان در نبردها، زیانهای مالی بسیاری هم به مردم برسند. موتر چیز نداشتیم، دیگه فقط هم سر خود کشیدیم قطوشتکا، دیگه این شو ایره در دادن. چقدر خساره برای شما باید؟ دیگه 1-2 لک پر مال بلا باشد، کالاوای ما بود، از 2-3 فامیل کالاوا و قالینا و توشک و چیزا کلی گمین مندگی بود. دیگه 6 ماه به قسم زندگی کلگی فقط بر در بندی خانه بوده. این کدام مردم ها اینجا مانده که کل مردم های دست مانده، پای مانده. در این میان شماره از مردم زرخون شهر میگویند که در اعتراض به این وضع مکتب‌های این روستا را بستند و اگر به مشکلات آنان رسیدگی نشود مانع فعالیت‌های درمانگاه‌ها و شبکه‌های مخابراتی نیز خواهند شد. بر حال که زندگی خود ما معصوم نباشد، خود ما در سر ما در خطر باشد، ما چه میکنیم تو مکتب و ما چه میکنیم تو کلینیک؟ شما بگردین داخل از قریه که یک خانه جور ماندد. اعتراض ما تا از او داره دوام داره که تمام خسارات خانه و زندگی و ملکیت و کل چیز ما را پرداخت کند، اگر نکنه ما این دوام دارد. در حالی که طالبان نیز همواره به سنگرگیری در خانه های مردم متهم بودند، این فرمانده طالبان در زرخون شهر تاکید می‌ورزد که آنان در خانه های این روستا حضور ندارند و در ماجرای بسته شدن مکتب های این روستا هم دخیل نیستند. دست مجاهدین امارات در عقب از این نیست و ما نه بند کردیم و نه ما کدام کار دی داریم. خود اولس ما یک حرکت اولوسی را بسط تمام اولوسوالی محمد آقا در راه انداختن. در امین حال ریاست معارف لوگر نیز وجود پاسگاه نظامی را در روستای زرخون شهر از علتهای اصلی بسته شدن مکتب های این روستا می داند. اما این ریاست شمار مکتب های بسته شده را در زرخون شهر اندک می گوید. همیشه ما گفته نداده سی مکتب یا خوانزه نه سنگر و گرزایی او نه هم ابزار یا وسیله و گرزایی دوی دخپل و جگریز و اهداف دپاره. وزارت دفاع ملی تمامی گفته ها را درباره سنگرگیری نیروهای دولتی در خانه های مردم زرخون شهر رد می کند. در هیچ مورد شما شاهد نیستین که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تاسیسات آب المنفع و یا خانه های مردم با عنوان سپر و یا موضع استفاده کرده باشد. ولسوالی محمد آقای لوگر 64 مکتب دارد و در این مکتب ها 35 هزار شاگرد آموزش می‌بینند. در این میان 21 مکتب با 12 هزار دانش آموز دختر نیز فعالیت دارند. به دنبال افزایش انتقادها از چگونگی عملکرد حکومت افغانستان در پیکار با فساد اداری، دیدبان شفافیت افغانستان بر غیر سیاسی شدن رهبری کمیسیون تدارکات ملی تاکید می‌ورزد. این نهاد بدین باور است که در برخی از تصمیم گیری های کمیسیون تدارکات ملی در دادن پیمان ها ملحوظات سیاسی در نظر گرفته شدند. با این هم رئیس جمهور غنی دیروز از کارکردهای کمیسیون تدارکات ملی دفاع کرد و از صرفه‌جویی 17 میلیارد افغانی در پیمان های 1 سال پسین سخن گفت. پس از ابراز نگرانی وزارت خارجه آمریکا از آنچه که نبود شفافیت در تصمیم گیری های تدارکاتی، کمیسیون تدارکات ملی گفته می شود، اکنون دیدبان شفافیت افغانستان نیز بر شفافیت بیشتر در تصمیم گیری های تدارکاتی تاکید می ورزد. موارد هم وجود داشته که در او مسائل سیاسی مد نظر گرفته شده و جوانب مختلف که در کمیسیون حضور داشتند به یک شکل تلاش شده که از شرکت هایی که به طرفداری از اونا کار میکنه از اون شرکت ها به یک نوع حمایت صورت بگیره. پیش از این رئیس جمهور غنی با دفاع از کارکردهای کمیسیون تدارکات ملی گفته است که در 190 نشست این نهاد تنها در 1 سال اخیر 17 میلیارد افغانی در پیمان ها صرفه جویی شده است. همیشه گفته میشد که پردن در اجرای تدارکات، در قانون تدارکات مشکلات وجود داشته و فساد گسترده مال وجود داشته. ما در کمیسیون بودجه و مالی
عملا مکتوب صادر کردیم عنوانی وزارت ریاست محترم وزارت محترم خارجه که با دونرهایی که اونا نگرانی دارن نماینده های ملت نشستی داشته باشن و ما بدانیم که کجای کار میلنگه. روز پنجشنبه گذشته وزارت خارجه امریکا در اعلامیه ای از برگشت یک کمک 100 میلیون دلاری برای یک پروژه بزرگ زیرساختاری انرژی در افغانستان و نیز از به تعلیق درآمدن یک کمک 60 میلیونی دیگر واشنگتن به کابل خبر داد. رویداد کمال کرد حکومت افغانستان را در پیکار با فساد بیشتر زیر پرسش برده است. دولت 1 میلیارد دلار به واردات برشنا باندې مصرف کرد. 1 میلیارد دلار. نن د ارک شاوخواتم ډېر ځله برېښنا لري او دا وارداتي برېښنا هم داسې چې مزدې په وار وار وسلوال مخالفین قطع کوي او دولت د بېرته وصل کولو نه معجز رشوت ورکوي. رشوت وسلوالو مخالفینو ته رشوت ورکوي چې پرېږدي دا لینونه بیا وصل کړي. در اعلامیه پنجشنبه گذشته وزارت خارجه امریکا تاکید شده است که نهادها و رهبران حکومت افغانستان باید در برابر مردم کشورشان شفاف و پاسخگو باشند. در بخشی از این اعلامیه آمده است که امریکا در برابر کسانی که می‌خواهند با استفاده سوء از قدرت و نفوذشان مردم افغانستان را از بهره‌مند شدن کمک‌های خارجی و نیز از یک آینده مرفه‌تر محروم بسازند می‌ایستد. احزاب و جریان‌های سیاسی تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی را درباره بسته‌ماندن 431 مرکز رای‌دهی و نیز روبرو بودن بیشتر از 1500 مرکز دیگر را با تهدیدهای امنیتی مشکوک می‌دانند. این احزاب و جریان‌های سیاسی و شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که بسیاری از ولسوالی‌های ولایت‌های ناامن در بخش‌های مرکزی و جنوبی زیر اداره دولت هستند، اما مرکزهای رای‌دهی در این بخش‌ها بسته اعلام نشدند. اما در شماری از ولسوالی‌هایی که با تهدید روبرو هستند این مراکز باز اعلام شدند. کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی 2013 مرکز رای‌دهی را با تهدیدها روبرو می‌دانند. از این میان 431 مرکز در 17 ولایت بسته اعلام شدند و نیز گزارش شده است که بیش از 1500 مرکز دیگر با تهدید روبرو هستند. ولایت‌های هستند که یعنی وجه ما مرکز بسته نداریم و این نشانده دو حالت است، یا ای که ارزیابی امنیتی در سطح محل و سطح عمو ولایت درست صورت نگرفته و یکی خدا نخواسته کدام اشتباهی در قسمت وجود داشته. امیدوار هستم که در قسمت همی تخمینای امنیتی ما و ارزیابی امنیتی ما دقیق باشه، خدا نخواسته از این بعد باز که فردا روز کدام مشکل سیاسی خلق نشوه. بیشتر این مرکزها در ولایت‌های شمال، شمال شرق و غرب کشور قرار دارند. شماری از اعضای مجلس میگویند با آنکه طالبان در ولایت‌های جنوب حضور گسترده دارند، اما در بخش‌هایی که حکومت حاکمیت ندارد شماری از مرکزها باز اعلام شدند. په نورو ولسوالیو کې هیڅ امکان نه لري، هغه مشره دي هغه د خپلو وطاقو څخه نشي راوتلی. نو که څوک وایي چې په ولسوالۍ کې انتخابات کېږي هغه درغلۍ ته لاره برابروي، په هغه کې هیڅ امکان نه لري دغه څلورو ولسوالۍ کې او یو مرکز کې انتخابات کېدلی شي. به گفته نمایندگان مردم لوگر در مجلس، ولسوالی خروار این ولایت در دست طالبان است و تنها در بخش‌های کوچکی از ولسوالی‌های چرخ، برکی برک، خوشی و محمد آقا که زیر اداره دولت هستند انتخابات برگزار خواهد شد. سایت های زیادی را اضافه کردند که مشکوک است. اصلا معلوم نیست که ساحت طالب است غیر طالب هست. دیگه در این ولایت ها می فهمین که غیر از مرکز های ولایت و مراکز ولسوالی ها دیگه شده کنترول طالب ها هست. اما چطور می تانه همه این سایت ها باز باشه؟ خود از یک پیش زمینه و یک نیتی است برای یک تقلب گسترده و کلان. در همین حال احزاب و جریان‌های سیاسی هشدار می‌دهند که اگر مرکزهای انتخاباتی از بهر هدف‌های سیاسی باز و بسته اعلام شده باشند کشور با بحران روبرو خواهد شد. مناطق را بدون دلایل نام اعلام بکنید و مراکز در اونجا بسته بکنید، نتیجه دو چیز، یکی مهندسی انتخابات و یکی دیگر خواهم تقلب ایناس و مسئله دیگر محروم کردن مردم از رأیشان و این مسئله قابل قبول نیست برای ما. کمیسیون مستقل انتخابات 5373 مرکز رای‌دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص ساخته بود، اما از این میان بیشتر از 3000 مرکز رای‌دهی امن گزارش شده است.
وزارت صحت عامه از ثبت بیشتر از 18,000 کشته و زخمی در رویدادهای هراس افگنانه در جریان یک سال گذشته خبر می‌دهد. مرکز فرماندهی عمومی و اداره حالتهای عاجل وزارت صحت عامه می‌گوید که در نزدیک به 12 ماه گذشته خشونت‌ها و رویدادهای هراس افگنانه جانهای بیشتر از 3,300 غیر نظامی را گرفتند و بیشتر از 14,600 زخمی بر جا گذاشتند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش تلفات غیر نظامیان را در عملیات‌های مشترک هوایی نیروهای امنیتی و نیروهای آمریکایی در کشور نگران کننده می داند. جنرال مراد علی مراد معاون دسته انتخاباتی امنیت و عدالت در واپسین روزهای پیکارهای انتخاباتی در میان هواداران این دسته انتخاباتی در هرات حضور یافت. آقای مراد تأمین امنیت و بهبود زندگی مردم را از برنامه های مهم دسته انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل خواند. او همچنان با انتقاد از سران حکومت وحدت ملی گفت که آنان در جریان 5 سال گذشته کارهای مؤثر برای افغانستان نکردند. مراد علی مراد که در میان صدها تن از هوادارانش در شهر هرات صحبت می کرد بر شفافیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات تأکید کرد و از پیامدهای تقلب‌های سازمان یافته در این انتخابات هشدار داد. تا لحظات دیگر، متهم شدن اشرف غنی به برخوردهای عقده‌مندانه. ادامه خبرها، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که برخوردهای عقده‌مندانه رئیس جمهور در 5 سال اخیر اوضاع کشور را بحرانی ساخته است. آقای عبدالله که در همایشی از بحر 8 سالگرد جان باختن برهان الدین ربانی در میان مردم بدخشان صحبت میکرد، میافزاید که برای تامین صلح از همه توانش کار می‌گیرد. در همین حال صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید بیشترین تلفات را در میان باشندگان ولایت‌ها باشندگان بدخشان می‌دهند، اما به گفته وی آنان با محرومیت روبرو هستند. از 8 سالگرد جان باختن برهان الدین ربانی در بدخشان یادبود شد. در این همایش مردمی صلاح الدین ربانی از بی‌مهری حکومت در برابر مردم بدخشان انتقاد می‌کند. باور دارم که بدخشان یک صدا به همدلی و همگرایی، برادری و برابری، همبستگی و ثبات لبیک می‌گوید و به نفرت، عقده، استبدادجویی و دیکتاتور منشی پاسخ رد خواهد داد. آخر که این در صدد ضعیف کدر ما بجای که امو وظیفه قانونی ما را وظیفه لاهای وظایف ما هست او را بر ما چی بکنه؟ این همه بیچاره همین تو تباره را در بینش نپاک شفاق نایتپاقی ایره این ایره خدا مطروف دار. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی رئیس جمهور غنی را به برخوردهای عقده‌مندانه در برابر شهروندان کشور متهم می سازد و می گوید که عامل اصلی بحران کشور برخوردهای نادرست آقای غنی بودند. عقده قارت در برابر مردمان سربلند، سرفراز، با تاریخ، با ریشه، با مردم، با تعهد و اینمی رهبری عقده‌مندانه بود که وضعیت افغانستان امروز درجه رسیده. در این نشست عبدالله عبدالله در برابر گفته های اخیر رئیس جمهور غنی در باره مارشال محمد قاسم فهیم نیز واکنش نشان می دهد و می گوید که آقای غنی از ترس مارشال فهیم به نماینده سازمان ملل متحد شکایت کرده بود. دکتر اشرف غنی گفته اگه درست باشه چیزی را که نشان می ده بد اخلاقیش نشان می ده.
یک کاغذت بر داده شده، اگر میخواست درست باشه کاغذ بر داده شده، تو گفته میتونی که من رئیس وزیر مالی کشور این مشکلات دارم و امی امر عملی کردن میتونم. برهان الدین ربانی 8 سال پیش هنگامی که ریاست شورای عالی صلح را داشت در یک عمله انتحاری در خانه‌اش در کابل جان باخت. تا لحظات دیگر، شرکت‌های هوانوردی افغانستان در فهرست سیاه هوانوردی اتحادیه اروپا. باز هم خوش آمدید. قرار است که تا چند ماه دیگر هیئت از سازمان جهانی هوانوردی کشوری برای بررسی بیرون شدن شرکت‌های هوانوردی افغانستان از فهرست سیاه هوانوردی اتحادیه اروپا به افغانستان بیاید. اداره هوانوردی کشوری افغانستان میگوید که تاکنون 70% از معیارها را برای بیرون شدن نام شرکت‌های هوانوردی افغانستان از این فهرست عملی کرده است. شرکت‌های هوانوردی افغانستان از سال 2010 به این سو به علت گنجانیده شدن نام افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا اجازه پرواز به کشورهای اروپایی را نداشته است. اداره هوانوردی کشوری میگوید که افغانستان در 9 سال گذشته پس از جا گرفتن نامش در فهرست سیاه هوانوردی اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده‌ای در بخش هوانوردی کشور به میان آورده است و انتظار می‌رود که در کمتر از یک سال آینده در پی بررسی‌های هیئتی از سازمان جهانی هوانوردی کشوری نام افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپا در بخش هوانوردی بیرون شود. با توجه به اصلاحات و انجام موفقانه کارخانگی که اداره هوانوردی ملکی افغانستان از سوی سازمان جهانی هوانوردی ملکی داشت، در هیئت جدیدی که قرار است به افغانستان تشریف بیارن، ما شاهد اقدامات جدیتر در زمینه خروج افغانستان از لیست سیاه اتحادیه اروپا باشیم. در همین حال اتاق بازرگانی جهانی میگوید که شامل بودن شرکت‌های هوانوردی افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا فرصت‌های رقابت و توسعه را از شرکت‌های هوانوردی کشور گرفته است. رئیس این نهاد می‌افزاید که با بیرون شدن نام افغانستان از این فهرست، صادرات فرآورده‌های کشور از راه هوا به اتحادیه اروپا نیز توسعه خواهد یافت. تأثیر بسیار مثبت بالای هم فعالیت‌های شرکت‌ها داره، هم بالای روند صادرات ما داره. به خاطر از اینکه اول محصولات صادراتی ما اقلام زیادش از طریق کارگاه هوایی میره با کشورهای مختلف، ایره میتونن که شرکت‌های افغانی ما این خدمات ارائه بکنن. اتحادیه اروپا در سال 2010 میلادی پروازهای هواپیماهای افغانستان را به کشورهای اروپایی به علت برابر نبودن با معیارهای جهانی هوانوردی ممنوع ساخت. تصویب قانون هوانوردی افغانستان، بالا بردن کیفیت کار حرفه‌ای خلبانان و خدمه پرواز، ایجاد سامانه راهنمایی فنی پرواز، نصب تجهیزات برای ایمنی پروازها و تضمین کیفیت ایمنی پروازها از شرط‌های اثرگیری پروازهای شرکت‌های هوانوردی کشور به اتحادیه اروپا بودند. تا لحظات دیگر، خالی شدن جاده‌های لندن از موترها تلاشی برای کاستن آلودگی هوا. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران میگوید که افزایش تحریم‌های ایالات متحده بر این کشور درماندگی واشنگتن را نشان می‌دهد. حسن روحانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده است، واشنگتن را متهم می‌سازد که به فکر تصاحب منطقه است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که گفته بود حاضر است به هیچ پیش شرط با روحانی دیدار کند، میگوید که برای دیدار با همتای ایرانیش هیچ تصمیمی ندارد.
جاده های شهر لندن روز دوشنبه از موترها خالی شدند تا مردم با پای پیاده و یا با ابزارهایی که محیط زیست را آلوده نمی سازند رفت و آمد کنند و از آلودگی هوا کاسته شود. این در حال است که در یک گزارش تازه 5 سال اخیر گرمترین سالهای جهان گفته شدند و نیز از افزایش گرما و تغییرات اقلیم هشدار داده شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در نشست با رهبران جهادی و شهروندان کشور خواهان متوقف شدن تلاش ها از بهر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شده است. در یک اعلامیه دفتر رئیس جمهور پیشین آمده است که انتخابات پیش رو افغانستان را به سوی یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی خواهد کشاند. رئیس جمهور پیشین گفته است که روند گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان باید از سر گرفته شود. از سوی هم زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیشب با نخست وزیر پاکستان درباره گفتگوهای صلح دیداری داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در دیدار با شمار از چهره های سیاسی و شهروندان کشور درباره انتخابات و روند صلح افغانستان گفتگوهایی داشته است. فشرده این دیدار در یک اعلامیه 9 فقره‌ای همگانی شده است. در بخش از اعلامیه آمده است روند متوقف شده صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا باید هرچی زودتر آغاز شود. در این اعلامیه آمده است که انتخابات افغانستان را به سوی یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی میکشاند. در مسئله صلح آخرین تعهد است، آخرین پایبندی را، آخرین حد آمادگی برای قربانی را از خود نشان داد. پس از توقف گفتگوها میان امریکا و طالبان، نمایندگان گروه طالبان از دفتر قطر به ایران، مسکو و چین سفرهایی داشتند. مگر دو سفرونو په ذریعہ باندې خپل موقف دو هیوادونو چارواکو سره شریکو. اما حکومت افغانستان بر مالکیت شهروندان افغانستان در روند گفتگوهای سال تاکید می‌ورزد. ابتکار صلح از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و نقش مرکزی را نیز دولت منتخب مردم افغانستان دارد. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای نخستین بار پس از متوقف شدن گفتگوهای امریکا با طالبان در یک دیدار رسمی با نخست وزیر پاکستان گفتگوهایی داشته است. خبری بعد من پیلیری ذکر شده امریکایانو مراجعه و خبری که او خبری در امریکایانو پا پایده بندیدی او پتکی دل در امریکایانو پا نقصاندی. دونالد ترامپ این گفتگوها را 3 هفته پیش در واکنش به یک حمله انتحاری طالبان که در آن یک سرباز آمریکایی و 11 شهروند غیر نظامی افغانستان جان باختند متوقف ساخت. دو روز دیگر به پایان پیکارهای انتخاباتی مانده است. در این میان امروز رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله در ولایت‌های بدخشان، فاریاب، تخار و دایکندی گرد همایی‌هایی داشتند. دسته انتخاباتی دولتساز بر رهبری اشرف غنی به بامیان رفت و احمد ولی مسعود رهبر دسته انتخاباتی وفاق ملی به غور سفر کرده است. در همین حال گلبدین حکمتیار در ننگرهار به پیکارهای انتخاباتیش ادامه داد و سید نورالله جلیلی در تالار لوی جرگه با شماری از باشندگان کابل صحبت کرد. آقای غنی دست انتخاباتیش را با برنامه متعهد و عملگرا می داند و از باشندگان بامیان می خواهد که به او رای بدهند. رای کم در او وقت به ما استاد دانش دادیم، امید است که خدمات ما زمینه اعتماد وجود آورده باشد. اما عبدالله عبدالله در همایشی در میان باشندگان ولایت بدخشان دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی را بی برنامه میگوید. اینمی رهبری اقدمندانه بود که وضعیت افغانستان امروز درجه رسیده. در این میان گلبدین حکمتیار رهبران کنونی حکومت را ناکارا و فاسد میخواند. بیاندی بی رحمانه و وحشیانه شپنه و بریدون و آمد اوگوی برکن. او په ډېر فخر سره وایي چې
احمد ولی مسعود در میان باشندگان غور میگد که اگر تقلب نشود برنده انتخابات خواهد بود. با کی رای میتین، با کی رای نمیتین، دل خودتان خدا را حاضر ببینین، هر کسی را که مستحق میدانین رای بدین. از سوی دیگر سید نورالله جلیلی در تالار لوی جرگه تعهد میسپارد که اگر برنده انتخابات شود اوضاع کشور را بهبود بخشد. ما خون خود را برای بقای اینطور یک حکومت مفسد، چی جمهوریت باشه و یه چیزی دیگر، نمیریزیم. در همین حال ده دسته انتخاباتی دیگر در یک اعلامیه نگرانیشان را از مهندسی انتخابات ریاست جمهوری از سوی رهبران حکومت وحدت ملی ابراز میکنند و هشدار میدهند که تقلب را در انتخابات نمیپذیرند. باختر امینزی عضو پیشین مجلس سنا برکنار شدن خودش را از عضویت در این مجلس از سوی رئیس جمهور غنی شرم آور و معامله‌گری می‌داند. این سناتور می‌گوید که هیچ کسی حتی رئیس جمهور حق ندارد در مجلس سنا که بخشی از قوه مقننه است مداخله کند. رئیس جمهور غنی به تازگی در یک گرد همایی انتخاباتیش اعتراف کرده است که باختر امینزی را از عضویت مجلس سنا از بهر این برکنار کرد که خودش را در برابر فضل هادی مسلمیار برای کرسی مجلس سنا نامزد کرده بود. یو چا زنورت کاندید کرده و لسنا نمی ویسته. یا دوباره من اول بار که مهمله گوره مادسر زبک کرده بیار آقای زان قنجاو نمویل خو یا وکم ده. واقعا دا دیر دی شرم او تاسف زیده چه دی افغانستان جمهور رئیس دی قانون اساسی پو نقص او معامله گرایی پو دیر تمسخور سره افتخار کوی. برخی از حقوقداران این اقدام رئیس جمهور را غیر قانونی می گویند. یک سلس سنای افغانستان متعلق به حکومت می شه که انتصابا از جانب رئیس جمهور معرفی می شه. اما صلاحیت عزل ازیرا الا ختم میعاد معینه که قانون پیش بینی می کنه هیچ شخصی به شمول رئیس جمهور حق ازیرا نداره که عزل بکنه سناتوره. باختر امینزی از سوی رئیس جمهور همچون سناتور انتصابی گماشته شده بود، اما سپس از سوی رئیس جمهور برکنار گردید. پس از پاک شدن ولسوالی جغتو از وجود طالبان، پس از 10 سال فرماندهان نیروهای امنیتی از این ولسوالی دیدار کردند. این فرماندهان نیروهای امنیتی میگویند که به زودترین فرصت ایجاد پاسگاه‌های امنیتی را برای تامین امنیت مسیر دره قیاق و بخش‌های زیر تهدید آغاز خواهند کرد. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید شاهراهی که 5 ولسوالی غزنی به شمول جغتو را به شهر غزنی پیوند می‌دهد در 121 جا با انفجار ماین‌ها از سوی طالبان ویران شده است. جاده عمومی دره قیاق در ولسوالی جغتو است که چندین بخش در نتیجه انفجار ماین‌ها ویران شدند. همین دو روز پیش نیروهای امنیتی پس از 2 سال اداری ولسوالی جغتو را از نزد طالبان پس گرفتند. صداقت بازار که او دره قیاق دوی ورزی که چی میگه عملیات شروع کردی چندن ورز میگه مکمل دره پاک کردی دخمن او طول دیمون که تاز جای بزای شویدی انشاءالله باید دونه بمون حاکم نکته که بیزون از آفزه که و همچنان دی جغتو رسوله. فرمانده پلیس غزنی، مشاور نظامی وزارت دفاع، رئیس امنیت ملی، سرپرست لوای 3 اردوی ملی، عامر امنیت و شماره دیگر از مقام‌های امنیتی هنگام دیدار از مرکز ولسوالی جغتو وعده ایجاد پاسگاه‌های امنیتی را به مردم دادند. مردم ولسوالی جغتو یک مردم سولدوست، یک مردم سولپرواز، انشاءالله همیشه در کنار ارگان‌های امنیتی‌اش با کمال صداقت و تندوری در کنار شما ایستاد است و این وعده می‌دهیم انشاءالله که در هر حالت ارگان‌های امنیتی خش آماده فداکاری است. باشندگان جغتوی غزنی میگویند که در این 2 سال از ترس طالبان نمیتوانستند گشت و گذار کنند، اما اکنون خوشحال هستند که جغتو دوباره تامین امنیت شده است. امنیت شد، کاربار ما یک ذره رونق پیدا میکنه، خوبتر میشه، خوشحال شدیم از آمدن شما.
نزدیک به دو هفته پیش نیروهای امنیتی اداره ولسوالی های خواجه عمری و دیک غزنی را نیز از طالبان پس گرفتند، اما باشندگان این ولایت میگویند که هنوز هم طالبان در چندین ولسوالی غزنی حضور گسترده دارند. مقام های امنیتی لوگر از روی دست گرفتن تدابیر لازم امنیتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهند. فرمانده پلیس لوگر می گوید که برای برگزاری انتخابات تدابیر لازم روی دست گرفته شدند و مردم می توانند با خاطر آرام به پای صندوق های رایدهی بروند. برای انتخابات ریاست جمهوری در ولایت لوگر 34 مرکز در نظر گرفته شدند. در حالی که لوگر در همسایگی کابل یکی از ناامن‌ترین ولایت ها شناخته می شود، اما فرمانده پلیس این ولایت می گوید که برای تامین امنیت انتخابات تدابیر لازم را نیروهای امنیتی روی دست گرفتند. با تمام مردم شریف ولایت لوگر وعده می سپاریم که ما در تامین امنیت تا آخرین لحظه تلاش و کوشش خود می کنیم که ما بتانیم تامین امنیت کنیم و مردم آزاد و عادلانه به زعیم ملی کشور انتخاب بکنند. در همین حال مقام های ارتش از مردم می خواهند که از تهدیدهای امنیتی راست نداشته باشند و برای انتخاب سرنوشتشان به طور آزادانه به نزدیکترین محل رایدهی بروند. ما پر کافی قوت داریم که هر جای و راهی ما کنیم تا بتانیم که ساحه‌ای که آسیب‌پذیر است و امنیتی بسازیم تا مردم به آزادی بیاید رای خود استعمال کنند. برای شرکت مردم لوگر در انتخابات ریاست جمهوری 34 مرکز در نظر گرفته شده اند. موږ د امنیتي ارګانونو سره بار بار ناستې کړې په دې اکله. دوی موږ ته اطمینان راکړې چې انشاءالله په لوګر ولایت څلور دېرش مرکزونو کې به ټاکنې ترسره کړي او دغه څلور دېرش مرکزونه به د رایه ورکوونکو په مخ خلاص وي. به گفته مقام های محلی و حکومت از میان 34 مرکز رایدهی در لوگر 10 مرکز با تهدیدهای متوسط و 9 مرکز با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند. بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در جریان پیکارهای انتخاباتی به تعهدات پرداختند که عملی شدن آن در کشور ناممکن دانسته می شود. در یکی از پیکارهای انتخاباتی محمد اشرفغنی از ساخت میدانهای معیاری ورزشی در تمامی مکاتب کشور وعده داد، در حالی که بخشی از مکاتب کشور ساختمان ندارند. یکی دیگر از این نامزدان از چند برابر شدن امتیاز آموزگاران سخن گفت، اما عبدالله عبدالله به جای وعده دادن بیشتر از کارکردهای رئیس جمهور انتقاد کرده است، در حالی که خودش نیز شریک قدرت آقای غنی بود. از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا کنون نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای جلب مردم و پشتیبانیشان در انتخابات شعارهای گوناگون سر دادند و به تعهدات شگفت‌انگیز پرداختند که عملی شدن این تعهدات ناممکن به نظر می رسد. انشالله تعالی خواهد دیدین که هر ولسوالی افغانستان برق خواهد داشت و انشالله در ظرف 3 تا 4 سال تمام قریای او طرف خط دیورنده ما برق داده خواهد دانستیم. ما کوشش میکنیم که معاش معلم را از 7000 به 70000 بالا ببریم. در حالی که بیشتر مکتب ها در کشور ساختمان ندارد، محمد اشرفغنی یکی از نامزدان گفته است که اگر پیروز شود در تمامی مکتب های کشور میدان های معیاری ورزش خواهد ساخت. در این میان شریک قدرت اشرفغنی در بیشتر گردنمایی های انتخاباتی اش بیشتر از کارکردهای آقای غنی انتقاد کرد. رئیس جمهور دکتر اشرفغنی 3 صلاحیت رو 4 تا صلاحیت در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان این تعهدات را عوام فریبانه می دانند. هر چیزی در دلش در زبانش آمد چشم بسته می گوید این بزرگترین توهین است. در برنامه در همایش هایی که دارن یک نفر بالا شود برش بگوید که این حرف که از زبانت می براید آیا گوشت می شنود؟
دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و دسته انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشتر بر یکدیگر تاختند. همچنان در روزهای پسین یک خبر نادرست در صفحه های اجتماعی به نام و نشان روزنامه نیویورک تایمز دست به دست می شد، خبری که گویا عبدالله عبدالله به دریافت پول از یکی از کشورهای خارجی متهم است. اما مسئولان نیویورک تایمز در برابر این خبر دروغین واکنش نشان دادند و گفتند که چنین خبری از نیویورک تایمز هرگز پخش نشده است. با این همه حالا دیده شود که انتخابات ششم ماه میزان سرنوشت کرسی حکومت آینده را به سود کدام نامزد رقم خواهد زد. میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. ادامه خبرها. دسته انتخاباتی دولت ساز در نشست تاکید دارد که شماری از دسته های انتخاباتی دیگر با ثبت شکایت های بی مورد در پی تخریب این دسته انتخاباتی هستند. داود سلطانزوی عضو دسته انتخاباتی دولت ساز میگوید آنان نیز شکایت هایی را بر دسته های انتخاباتی دیگر ثبت کردند که بر بنیاد اسناد و شواهد بوده است. دار مثل چرایی فایر میکنن که یگان تاش که بخره باز میگه خصوصی از کل شکایتشون شاید یک یا دو شکایتشون او حقیقت یافته که او در موردش کمیسیون شکایت انتخاباتی وقت اقدام کرده. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در نتیجه بازنگری سه پروژه توسعه این وزارت از حیف و میل شدن در حدود 20 میلیون افغانی جلوگیری شده است و نیز دو پرونده فساد به لوی سارنوالی فرستاده شدند. مسئولان این وزارت می افزایند که با تغییر رهبری این وزارت کارهای شمار زیادی از پروژه ها به علت بررسی ها و بازنگری ها متوقف شده، اما پس از حل مشکلات فنی کارهای این پروژه ها از سر گرفته خواهند شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از آغاز روند بررسی پروژه های توسعه این وزارت خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که در حال حاضر به هدف جلوگیری از حیف و میل ها در پروژه های این وزارت سه پروژه توسعه را بررسی کرده اند و قرار است شمار دیگر از پروژه های توسعه این وزارت نیز بررسی شوند. در زمان آفرگشایی یک شرکت برنده اعلام شده بدون از اینکه شرکت های دیگر حضور داشته باشند و در کنارش اوراقی که اوراق نرخگیری بوده او را متاسفانه که دسکوری کرده بودن. افراد شناسایی شده و در حد رؤسا در این پرونده دخیل بوده و ما پرونده را به دادستانی کل محول کردیم. وزارت مخابرات از وزارت‌هایی است که در شش ماه اول سال مالی کمتر از 10% بودجه توسعه‌اش را به مصرف رسانده است. اما یکی از آگاهان امور اقتصادی میگوید که با توجه به مشکلات در بخش فناوری، حکومت باید توجه بیشتر بر سرمایه گذاری و عملی سازی پروژه ها در بخش فناوری اطلاعات داشته باشد. باید جوابگو باشم و مسئولیت داره وزارت ها که بودجه انکشافیشان را به مصرف رساند، در حالی که افغانستان شاهد وضعیت بسیار خراب اقتصادی، وضعیت زیربناهای ما وضعیت خوب نداره. وزارت مخابرات مشکلات فنی در شماری از پروژه های توسعه‌ای را از دلایل مصرف کم بودجه توسعه‌ای این وزارت میگوید، اما اطمینان میدهد که تا آخر سال مالی بیشتر از 2 میلیارد بودجه توسعه‌ایشان را به مصرف برسانند. مقام‌های افغانستان و ازبکستان بر توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه و آسیای میانه تاکید می‌ورزند. آنان در دومین نشست جهانی سرمایه‌گذاری که در ولایت سرخان دریای ازبکستان برگزار شده بود، تاکید دارند که اگر روابط بازرگانی میان این کشورها تأمین شود، اوضاع اقتصادی منطقه بیشتر از پیش بهبود خواهد یافت. این نشست به هدف تقویت و گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی میان کشورهای آسیای میانه برای بهبود اوضاع سرمایه گذاری ها در این کشورها در شهر ترمز ولایت سرخان دریای ازبکستان برگزار شده است. نمایندگان 25 کشور به شمول افغانستان در این نشست حضور یافتند. جعفر فتایوف قنسل ازبکستان در مزار شریف با تاکید بر هماهنگی ها و همکاری های بیشتر میان کشورهای منطقه از ایجاد سهولت ها برای بازرگانان افغانستان خبر می دهد. سهولت ها مقصد شده رایس نسبت به سابقه خیلی سهولت ها آمده، دادن ویزه
مونتا سوالا چند سوالا کردن براستی سوالایشان برحق هست تاجرای افغانستان مثلا گرفتنی خانه در نام خودشان در همین حال والی بلخ میگوید که قرار است در آینده های نزدیک یک بازار مشترک و نیز یک کمیته مشترک میان افغانستان و ازبکستان ایجاد شود بازرگانان افغانستان میگویند که حکومت های افغانستان و ازبکستان برای تقویت روابط بازرگانی و اقتصادی میانشان باید سهولت های ویژه ای را برای بازرگانان هر دو کشور فراهم سازند کنفرانس تجاری که در کشور دوست برادر سرخاندریا کشور ازبکستان دایر میشه هر سال بهترین سهولت برای تاجرهای افغان و از سر تا سر کشور افغانستان تاجرها اشتراک میکنه و داد و ستود آسان ساخته بسید. مجاقلی و چه او گروه چه چه امکانات در غسته در سرمایه گذاری پا سرخندریا کسته یا پا بل عموم پا ازبکستان کسته؟ افغانستان او ازبکستان در دو سیواد ازبکستان تر منز چکم تجارتی علی که اوس مخ پر تنگی دودی او یا نور مخ کیون بی و پدی آره مر دویزو پا حقل چه کم مشکلات ترلو دی آقا وست آسان سوی دی در حاشیه این نشست دولت ازبکستان فرآورده ها و تولیدات داخلی ازبکستان را نیز به نمایش گذاشته است. در دو سال پس این شمار شرکت هایی که از سوی سرمایه گذاران افغانستان در ازبکستان ایجاد شدند از 50 شرکت به 310 شرکت افزایش یافته است. در پایان چند خبر ورزشی ببینید. شب بر همه شما خوش. نثار احمد عبدالرحیم زید تنها مدال آور المپیک جوانان از ورزش تکواندو کنارگیری کرد. او علت این کارش را به توجهی رهبری ورزش و دستاوردهای آنان و برخورد دوگانه با ورزشکاران میگوید. این گونه توجهی به ورزشکارای تکواندو بخصوص که پر دستاوردهای فدراسیون در سطح افغانستان است و در سطح کمیته ملی المپیک است برای اینا نه بودجه اختصاصی و نه به ورزشکارایشان هیچ اهمیت داده نمیشه. در همین حال مسئولان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان با رد این ادعا میگویند که آنان در هماهنگی با دولت از ورزشکاران پشتیبانی همه جانبه میکنند. با تمام مشکلات بودجه‌ای که در وزارت محترم مالیه و اینا هم هستن خونون تا حق از قهرمان ها هستن که حمایت شوند و وظیفه ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک هم حمایت از تمامی ورزشکارا خصوصا از ورزشکارای نخبه ما مثل نثار جان عبدالرحیم زید است. نثار احمد عبدالرحیم زید در سال 2018 میلادی موفق شد که برای نخستین بار از رقابت‌های المپیک جوانان که در آرژانتین برگزار شده بود برای افغانستان مدال برنز به دست بیاورد. دو تیم بازی را متعادل آغاز کرد. در نخستین دقایق هر کدام موقعیت‌های داشتند که نتوانست از آنها استفاده کند. اما در دقیقه 20 آستون ویلا به گل رسید. ارسال تماشای مکن در موقعیت بسیار خوب به انور القاضی رسید و او بدون یارگیری و با ضربه دقیق برند لن را مغلوب کرد و در نهایت نیمی اول با برتری 1-0 استون ویلا به پایان رسید. در همان شروع نیمی دوم یک ضربه ایستگاهی در موقعیت خوب نصیب مکن شد اما ضربه او با اختلاف کم به بیرون رفت. اما در دقیقه 58 گوندوزی در محوطه آستون ویلا متوقف شد تا آرسنال صاحب یک ضربه پنالتی شود و نیکلاس پپا گل تساوی را به ثمر برساند. اما تنها دو دقیقه بعد آستون ویلا به گل دوم رسید. روی پاس گلاریش ویسلی در محوطه جریمه با یک ضربه زمینی و فنی گل دوم تیمش را وارد دروازه برنارد لینو کرد. اما در دقیقه 81 آرسنال به گل تساوی دست یافت. با ارسال گوندوزی و در مقابل دروازه چمبرز موفق شد با ضربه دقیق گل دوم آرسنال را به ثمر برساند. اما در دقیقه 83 بازگشت توپچی‌ها تکمیل شد. این بار امریک اوبامیانگ موفق شد با ضربه ایستگاهی تماشای گل سیام آرسنال را وارد دروازه آستون ویلا کند. در ادامه تلاش آستون ویلا نتیجه نداشت و آرسنال 3-2 در این دیدار دشوار به برتری رسید. در دقایق ابتدایی اتفاق خاص روی دروازه های دو تیم رخ نداد و طرفین مشغول مکس زدن یک دیگر بودند. اما لیورپول در دقیقه 14 به یک گل زیبا دست یافت. مرسی سایدی ها صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که پاس صلاح با ضربه غیر قابل مهار آرنولد به گوشه دروازه چلسی همراه شد
و لیورپول با گل اول رسید. در مقابل در دقیقه 27 چلسی به گل تساوی دست یافت، اما این گل بعد از بازبینی صحنه مردود اعلام شد. اما لیورپول در دقیقه 30 به گل دوم هم دست یافت. ارسال تماشایی اندر رابرتسون با ضربه سر تماشایی روبرتو فرمینیو همراه شد و گل دوم لیورپول به ثمر رسید و در نهایت نتیجه در نیمه نخست 2-0 به سود مرسی‌سایدی ها بود. لیورپول نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و در همان ابتدا با ضربه والا و تماشای فرمینیو میتواند به گل برسد، اما واکنش فوق‌العاده کوپا در بازی چلسی را نجات داد. اما در دقیقه 70 چلسی بالاخره به گل رسید. روی پاس اسپکفلتا انگولو کانتا پشت محوطه جریمه برای خودش موقعیت سازی کرد و در نهایت با یک ضربه فنی موفق شد در بازی لیورپول را باز کند. در ادامه تلاش چلسی اثر نداشت و لیورپول 2-1 موفق به غلبه بر چلسی شد. دورتموند بازی رو بهتر آغاز کرد و در نهایت در دقیقه 10 به گل اول رسید. ارسال تورگان هازارد با ضربه دقیق آکسل ویستل همراه شد و دورتموند به گل رسید. فرانکفورت تلاش زیاد برای زدن گل تساوی داشت و در نهایت موفق شد در اواخر نیمه اول و با ضربه ایندرسل و به تاق دروازه دورتموند به گل تساوی دست یابد. دورتموند در نیمه دوم تلاش زیاد برای زدن گل دوم کرد و در نهایت در دقیقه 66 در روی ریباند یک موقعیت خوب توسط یادون سانچو به گل دوم دست یافت. اما این پایان کار نبود و در دقیقه 89 توماس دلینی به اشتباه دروازه دورتموند را باز کرد تا در نهایت دو تیم به تساوی 2-2 رضایت بدهند.